بله ممنون ازت همه جان، لذت بردیم. من همیشه تعریف کردم و از صدای حمید خوشم میاد و پرشین پلس برنامه داشت سالها، ما بارها و بارها رفتیم، به خصوص وقتی وارد استیج که میشه با اون آهنگ ملایم، دو خط اولش ملایم وارد میشه با میکروفون، اصلا واقعا آدم از خود به خود میشه، خیلی زیباست. نظر لطفتون. میدونم نمیخوای بخونی، نمیپرسم دیگه، ما داشتیم چونه میزدیم. آقای زرین بپرس دیگه، بهترین خاطره عید چیه؟ والا خاطره عید من گفتم عیدیتان از آقای زریمه، شما نظر همه خاطرات به کنار از ایران از ایران که والا خدمت رو عرض کنم که خب اون زمان که وقتی خب پدر خدا بیامرزم زنده بود، خب یه سری خاطرات قشنگی دارم از حضورش و اینکه به قول معروف سری تدارکاتی همیشه خب می‌دیدیم، اینکه بالاخره بله عیدی می‌گرفتیم، اسکناسون می‌دادن اون موقع، بله بله اون موقع اسکناسون می‌دادن، بعضی موقع یادشون می‌رفت، مثلا منتظر بودیم که مثلا یه اتفاقی بیفته بدن، یه گوشه کنایه می‌دادن می‌زنیم، داشتیم می‌رفتیم از خونه بیرون وای می‌سادیم، مثلا می‌دیدیم به امیدی که مثلا طرف یادش بده اتفاق، بعد من پیچش می‌کردن خانوما به آقای میگفت میرم از اون پشت چیزی میآورد آره، معمولا ما عیدی رو آخر سر میدادن، یعنی که بله. موقع رفتن میخواست بره، همش منتظر بودن که خدا یه اینو زودتر برن عیدی ما رو بدن. دقیقاً باشه، خب مقایسه میشد دیگه، فلانی چقدر بیشتر خودت هم عیدی میدادی، چقدر خسیس شده، به مرحله رسیدی بودی که عیدی بدی، مثلا درآمدی داشتی؟ بله دیگه، مثلا خب من بیشتر به میشو خواهرزادم بیشتر میدادم، چون از بقیه خب پایتن کوچیک‌تر بودم تو خونه، من بچه آخر بودم، ما کلا دو نفر، دو تا بچه بیشتر نیستیم. اون بزرگتر یا کوچیکتر بود؟ نه خواهرم از خودم بزرگتر هستن. اون وقت پول ایدیات ازت نمیگیره؟ نه نه ایدیات رو خواهر میداده. میگم این رسم جالبیه که وقتی میرن مهمونی، وقتی مهمون میره ایدی میدن، این باعث میشه که مهمونا زیاد نشینن، زیاد نخورن، زود بیان یه سلام و بدون برن که ایدیشو بگیرن. بچه‌ها برای که بچه‌ها بشینن سر جاشون، میدونی زیاد شلوغ نکنن، چون اگه زیاد شلوغ بکنن از ایدی خبری نمیشه. آره میگه که چیز یادم رفت بهت میگم که یه گده مهمون اومده بودن خونه ما ایدی دنی، بعد بچه‌هاشون گفتن که پسورد وای فایتون چیه، اگه پسورد به ما بدین میتونین از ایدیمون بزنین، پسورد میخواستن، همه توش سرشون توی این چیزه هست. بله دقیقا، آیپد و گوشی و بله، جای تأسف داره، دنیایی شده که آره متاسفانه کامیونیکیشن کم شده. نه در این حال کنار هم هستیم، آره، با هم نیستیم، آره، دقیقا بله، فقط به صورت فیزیکی همه نگامون یک بگیم، همه فکر و حواس توی برخلاف چیزای مثل گوشی و آیپد و بله تغییر کرده، ولی فکر کنم هنوزم واقعا میشه خوبه، ولی من فکر میکنم بعد جوانا یه خود حواسشون باشه. من خودم به دخترم نواهام نگران هستم، برای اینکه صدمه که میزنه مرتب این بچه تو آیپد و توی تلفن، صدمه که به گردن، به ستون فقرات، به چشم، به مغز حتی سیادیش نمیده. شما نوه اصلا بهتون نمیاد که ستا نوه داشته باشه. ستا نوه داشته باشه. شما این حرف رو بزنید. ستا نوه داشته باشه. یه دونه میاد. ستا نمیاد. در حال مرسی همی جان از این که اومدی. اگر آهنگ دیگه ای داری یا میخوای اگه دو خط همینجوری بخونی ما رو مهمون کنی. خودت صحبتی داری دیگه. خواهش میکنم. والا برای حسن ختام میگم مطابق معمول بازم برای همه دوستان عزیزم، هموطنان ایرانی خوبم که در سراسر دنیا این برنامه رو میبینن، حالا به خصوص ایرانی عزیزی که مقیم کانادا و امریکا هستن، فکر میکنم بیشتر برنامه رو میبینن و مخاطب ما هستن، مثل همیشه آرزوی موفقیت دارم، ایشالا که سال بعدی پر از خبرهای خوب باشه واقعا، چون میدونم که مردم ایران متاسفانه تو این مدت خیلی توی برخلاف فشار و سختی بودن. بله. از همین نظر ایشالا که سال آینده سال خوبی باشه، نوید بخش خیلی اتفاقات خوب، گشایشا باشه برای همه و انشالله که ما هم بتونیم دست پر خدمتتون برسیم برای سال آینده. حتما انشالله. قربان شما. به هر حال خوشحال شدیم. ممنون، برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. مرسی. ما باید بگیم در واقع به شما باید بگیم انشالله که سال پر آهنگی داشته باشین. انشالله. بله. بله انشالله که همینجور باشه. بله. پس بریم آهنگ دیگه ای رو میخواییم براتون بخش کنیم یا؟ بله من آهنگ بقرارفته که بعدیم که هست به نام آخرین کاری بوده که
میشه گفتش که از رادیو جمع به صورت صوتی پخش شده. بله. حالا بدم که بعد از به نام دارم از دست میرم. دارم از دست میرم. اشاره که امسال از دست ندید. آره دست. ما به سال گذشته بود که دست داشتم میرفتم. برای سال خوبی رو آرزو میکنم. همیشه شاد و سالم و خندون باشید. خواهش. با ما باشید.